به نام آن که نامش حرز جان هاست سنایش جوهر تیغ زبان هاست سلام شاگردای امید خوب امیدوار خوب باشین و توصیه های بیداشتی را مراد کنیم امروز ما و شما باز هم درس از ادبیات دری سنف هفتم داریم در ای درس ما روی دو موضوع تاکید میکنیم دو حکایت از بهارستان جامی را می و همچنان در بخش قواعد دستوری زمیر مشترک می خانیم. خب بهارستان جامی کتاب است به نصر فارسی دریک تعلیف شاعر و عارف بزرگ مولانا نوریدین عبدالرحمن جامی می باشد. در این درس دو حکایت شیرین کتاب بهارستان این بزرگمرد شعر و ادب را انتخاب کرده ایم که مطالب خوبی را از آن می آموزیم. درس ما درس هجده است و حکایت هدف درس ایجاد علاقه و آشنایی با کتاب بهارستان تقویت امارت های اساسی زبان و آشنایی با زمیر مشترک در متن درس است حکایت از روی کتاب برتان می و در جایی که اگر شما مشکل داشتید در فهمش تشریح می کنم عنوانش هست نگاه دزدانه فاضلی ببینین فاضل چی را میگه حکیمه میگه یعنی حکیمه فاضلی به یکی از دوستان صاحب راز خود نامه می نوشت صاحب راز می فهمین هم رازش شخص پهلوی او نشسته بود و به گوشه چشم نوشته او را می خوند. بروی دشوار آمد. یعنی چی؟ مشکل شد برش بنوشت. نوشت یعنی اگر در پهلوی من دزدی نشسته بودی و نوشته مرا نمی همه اسرار خود را بنوشتمی. بنوشتمی چی منا؟ می نوشتم. اگر ای کسی که در پهلوی مسنامه مرا نمی و تمام اسرار خدا به تو می نویشتم مربوط شنمی معنی شنمی هست آن شخص گفت والا مولانا من نامه تو را نمی خواندم گفت ای نادان پس از کجا دانستی که یاد تو در نامه هست حتما مفهوم نگاه دوزدانه را فهمیدین که از جمله حکایت از بهارستان جامی هست یعنی یک شخص به یکی از دوستهای امراض خود چی میکرده؟ نامه نوشته میکرده یک کس پالیش بوده دوزدانه با نگاه دوزدانه نامی زوره میخواد این شخص فاضل یا همی حکیم بسیار چی شد و متحصر شد نتانست که تمام رازهای خود نشته کنه در ایواز در نامه نوشت شخصی دوزدانه نامه مرا میخوانه اگر این نامه مرا نمیخوان من میتونستم که تمام رازهای رو کنم او شخص دفتن گفت والا اکیم سایب من خواه تو نمیخوام گفت خیلی تو چطور فهمیدی که در نامه نام تو نوشته شده یعنی yani از این درس چی مفهوم گرفتیم ما این کار خوب است که کس را ما دوزدانه پنهانی بریم یا گپایش گوش بگیریم یا ای که نامه شا بخانیم. کار درست نیست نه نی. باید ما در زندگی خود معتاد باشیم که چنین کاری را نکنیم میرسیم به یک، اه... داستان دیگی از بهارستان جامی داستان انوان داره شاعر دوست روزی انوری در بلخ میگشت انگامه ای دید انگامه را میفهمین چی منو میته؟ شور و غوغا میته پیش رفت و سری در میان کرد یعنی پیش رفت و کلکشک کرد نه؟ مردی را دید که استاده و قصاید انوری را به نام خود میخواند و مردم او را آفرین می خورند. انوری پیش رفت و گفت ای مرد این اشعار کیست که میخوانی گفت اشعار انوری گفت تو انوری را مشناسی؟ گفت چی می گویی؟ انوری منم انوری خندید و گفت شعر دوست شنیده بودم اما شاعر دوست ندیده بودم یعنی گفت که شعر دوست شنیده بودم اما شاعر دوست ندیده بودم حتما مف... مفهوم ای قصه را فامیده یکی از شاعرای زبان فارسی دری هست و ای یک روز در برخ میره گشت و گذار داره در دا بیرون و میبینه در یک جای شور غوغاست. و و میره میبینه که کی چی گفت که قشور و غوه هست میبینه یک کس شعرهای زیر میخوانه و نام خود میگه است که خودم سرودیم و مردم هم برش چی میکنه چک چک میکنه. و مرد بورا چی میکنه تشویق میکنه انوری میره میگه که شیرای کیره میخوری میگه شیره شیرای رو میخوانم می می میگه تو انوری رو میشناسی میگه بله میشناسم انوری خودم هستم انوری خنده میکنه میگه شیر دزد دیده بودم اما شاعر دزد ندیده بودم این هم بسیار چی هست یک قصه بسیار حکیمانه هست یک قصه است که ما را برای راست راهنمایی میکنه را. یعنی ما نباید کسر نوشتهش بگیریم و به نام خود را چی کنیم نشر کنیم و به خاطر از اینکه یک سرقت ادبی هست یعنی هم دزدی گفته میشه خب دو قصه را ما و شما خواندیم در این بخش ما و شما در بخش قواعد دستوری می زمیر شما خواندین انواع زمیر خواندین امروز ما شما به زمیر مشترک رسیدیم یعنی زمیر مشترک می و می بگیم که زمیر مشترک یعنی چی زمیر مشترک خودش هم چی میکنه زمیر مشترک جای اسم به کار و یعنی جای اسم به کار میره و برای ف... مفرد و جمع یکسان استعمال میشه مثلا شما این جمله را دقت کنید فاضلی به یکی از دوستان صاحب راز خود نامه می نوشت در اینجا گفته می تونین کدامش زمیر مشترک است؟ خود بسیار عالی اگر پهلوی من دزدی نشسته بودی و نوشته مرا نمی خواندی همه اسرار خود بنوشته می بازم اینجا خود آمده خود چی است از جمله چی است؟ زمیر مشترک مردی را دید که استاده و قصاید انوری, انوری به نام خود میخواند. خب مردی را دید که ستاده و قصاید انوری به نام خود می خاند. اینجا به خدا کتاب خیش را گرفت اینجا خیش آمده که زمیر چی است مشترک است خیشتن را ملامت کرد خیشتن هم چی است زمیر مشترک است اینا ما گفتم میتونیم در اینجا کدام کلمات زمیر مشترک بود کلمه خود کلمه خیش کلمه خیشتن اینا چی است از جمله زمیرای مشترک هستند اینا حالا ما میبینیم کمی زمیر مشترک ما و شما گردان میکنیم خب متوجه باشین این شخص اول است نه شخص اول مثلا من میگم خود گفتم خودم گفتم من خود گفتم خود من گفتم به شخص مخاطب چه قسم استفاده میکنیم خود گفتی خودت گفتی تو خود گفتی خود تو گفتی با جمع چه قسم استفاده می کنیم؟ جمع مخاطب است متوجه باشین خود گفته که اضافه تر از دو نفر باشه دو نفر و اضافه تر از او جمع است میگم که خود گفتید خودتان گفتید شما خود گفتید خود شما گفتید و شخص سوم مفرد چه قسم استفاده میکنیم چی را زمیر مشترکه خود گفت خودشان گفت او خود گفت خود او گفت اینا آمدیم در زمیر مشترکه که مثلا چی هست خیش و خیشتن است نه؟ خیش و خیشتن است اینا کمتر در زبان گفتاری کمتر استفاده میشن اما در شعر و ادب ای زیادتر استفاده میشن مخاطب میگه که خانه خیش را فروختم مفرد است جمعش خانه خیش را فروختیم جمع چی است جمع متکلم است خب خانه خیش را فروختی مخاطب چی است مفرد است خانه خیش را فروختی مخاطب چی است جمع است خانه خیش را فروختند چی شخص سیوم است خانه خیش را فروخ مفرد شخص سیوم خب آله چی میکنیم زمین مشترک خیش تن ما گردان میکنیم ببینین شخص اول یعنی شخصی که متکلم است میگه که عزت خیشتن را نگه دارم مفرد عزت خیشتن را نگه داریم چی جمع عزت خیشتن را نگه داری مخاطب مفرد عزت خیشتن را نگه دارید چی؟ مخاطب جمع عزت خیشتن را نگه دارند شخص سیوم یعنی قایب چی؟ جمع عزت خیشتن را نگه دار این شخص قایب یعنی شخص سیوم چی است؟ مفرد است خب در این بخش ما و شما فعالیت های کتاب کار میکنیم در فعالیت های کتاب اول فعالیت اول شروع میکنیم که اینجا چی گفته و کتابتان این یک جمله هست گفته چرا آن شخص فاضل نتوانست همه اسرار خود را بنویسد حتما شما فهمیدین چرا نتوانست که اسرار خود نوشته کنه به خاطر که یک شخص نامی زور چی میکند در جمله زیر منظور از کلمه بنوشتمی چیست همه اسرار خود بنوشتمی در اینجا میبینین که بنوشتمی یعنی مینوشتم منامیتانه شما در قصه هم میره خب جمله دیگه است که نوشته شده نامه کسی را دوزدانه خواندن چی نوع عمل است؟ عمل خوب است؟ خب، بسیار خوب عمل زشت است نه؟ فکر کنید و بگویید که برای هر دو حکایت چی نوانهای را مناسب میدانید هر دو حکایت را در خانه بخانین امرای از فامیل هم شریک بسازین و بعد از او مسئول از پیشتان میپرسم که شما خودتان چی عنوان هایی رو برای از انتخاب خب این انتخاب میکنین خب در اینجا میبینین که ده این دو تصویر چی رو میبینین یکیش چی هست بهارستان جامی هست دیگه چی هست بوستان سعدی هست خب شما جملات خود راجی به بوستان سعدی و بهارستان چی جامی گفتین حالا ما و شما این جملات دیگر رو میخوانیم که چی گفتن بستان سعدی یا سعدی نامه نخستین اثر سعدی است که کار سرودن آن در سال 655 هجری قمری پایان یافته است بهارستان کتابی در حکایات و اندرزهای اخلاقی به نصر ساده و مسجع آمیخته با نظم می باشد در سال 892 هجری قمری توسط جامعه نوشته شده است خب شاگردای عزیز درس امروز ما تمام شد ما امروز دو موضوع بسیار مهم خواندیم دو قصه بود از کتاب بهارستان جامی و همچنان به قواعد دستوری مراجعه کردیم که در اینجا ما شما زمیر مشترک خواندیم و زمیر مشترک گفتیم که کدام کدام کلمه هست گفتیم خود است خیش است و خیشتن است اینا را ما شما گردانم کردیم و نتیجه قصه ها را دیدیم که گفتیم یعنی آثار کسی را دزدی کدن یا ای که کسی را نامه شب پنهانی خواندن کار زشت است که ما باید از او چی کنیم؟ از او باید دوری کنیم ما این کارها را باید در زندگی خود انجام ندیم کار خانگیتان نوشته شده اون در صفحه 86 کتاب دریتان می باشه برداشتتانه از مفهوم درس در سی سطر شما چی میکنین نشان میدین اگر شما برداشت تا در سی سطر هم کنشته کدین و کسایی که زیاد نشته میکنن هم خوب است که کنن اگر بتانن در او بر زمیر چیر مشترک نشان بتن یعنی خودم نشان بتن کفایت میکنه اگر خیش خیش هم نشان ندادن راقل زمیر خود خود او به متن نشان بتین شاگرده عزیز استواجیتون تشکر امیدوارستم امیدوار استم در سیاد گرفته باشین کارهای خانگی تانه در خانه انجام بتین و به درس آینده در رو یک مرور کنین تا درس بعدی که خدمتتان حاضر میشم شما را به الله پاک مسیح مثل...